چند خبری مهم از جبهه مقاومت و افغانستان. زخمی شدنی امید خراسانی توسط اسیب قوه مرکز. حمله افراد جبهه مقاومت بالای طالبان در بدخشان. موقع انفجار در سرای شهزاده، بزرگترین مکان معاملات پولی در افغانستان. و پیوستن کماندوهای ارتشی پیشین افغانستان به جبهه مقاومت ملی. منابع تایید میکنند که عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت اسبق ولایت پنجشیر، توسط اسیب قوای مرکز زخمی شده است و در وضعیت بد قرار دارد. چند پیش نواری صوتی از اسیب قوای مرکز و عبدالحمید خراسانی در صفحات اجتماعی دست به دست می شد که با هم گفتگوی لفظی داشتند و همدیگر را تهدید می کردند. و امروز در یکی از صفحات مربوط جبهه مقاومت خبری زخمی شدن عبدالحمید خراسانی به نشر رسیده است. اولی ساعت 11 قبل از ظهر امروز یکشنبه 14 حمل، موتر عاملی مولوی ریشاد یفتلی، آمر امنیت طالبان برای بدخشان، هدفی یک ماین جاسازی شده قرار گرفت که در این حادثه دو محافظ وی کشته شده و خود او نیز زخمی شده است. بر اساس گزارش ها این حادثه زمانی رخ داده که موتر عاملی مولوی یفتلی در حال عبور از پلی سابقه مشهور به پلی برهان الدین ربانی در شهری فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بود. گفته می شود که مولوی یفتلی در این حادثه از ناحیه صورت به شدت زخمی شده است. انفجار در سرای شهزاده. مسئولین امنیتی امارات اسلامی طالبان میگویند که وقوع انفجار در سرای شهزاده کابل یک حادثه تروریستی نبوده، بلکه یک دز با پرتاب بمب دستی قصد سرقت پول مردم را داشته است. آژانس دولتی باختر به نقل از مقام های امنیتی طالبان گزارش داده که در این حادثه 10 تن به صورت سطحی زخمی شده اند. اما شفاخانه امرجنسی کابل در صفحه رسمی توییترش خبر داد که 57 زخمی پس از انفجار در سرای شهزاده به این شفاخانه آورده شده است. مرکز جراحی امرجنسی برای قربانیان جنگ میگوید این شفاخانه تنها توانسته 30 زخمی را برای درمان بپذیرد. و در آخر، پیوستن کماندوهای ارتش پیشین افغانستان به جبهه مقاومت ملی. سیگار بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که جمعی از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان به شمول کماندوهای ارتش و جبهه مقاومت ملی پیوستند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی این خبر را تایید کرده و گفته آنان ستون فقرات جبهه مقاومت هستند.